کافه بیقرار، یکی از باقرارترین کافه های تهرانه. بریم هم دیگه ببینیم. کافه دنج هست که توش ریلکس بکنی و با دوستات قرار بذاری و قهوه بخوری و پیش غذا و از خونه بخوری. کافه بیقرار یکی از کافه‌هایی هستش که میتونی توش ریلکس کنی و راحت توی این فضای دنجش بشینی و لذت ببری. زمینی ویژه کافه بیقراره. بریم هم دیگه ببینیم تحصیل تهیه‌شو. خب اینجا به جای غذا پیش غذا میتونن بهتون بدن با کلی نوشیدنی‌های خوشمزه. این سیب زمینی ویژه است، ژامبون و پنیر و ذرت و سس باربیکیو و فلفل و دلمه و یه ادویه مخصوص میاد رو سیب زمینی و کل مواد. دوباره بیکن، دوباره پنیر، دوباره قارچ و بعد هم ژامبون گوشت. همه اینا با هم میره تو فر و دوباره میاد روی سیب زمینی. یه چیز بمبیه. قیمتش هم 50 تومنه. اینجا کافه بیقرار مجیدیه، بلوار بیژن بین گلستان 9 و 10. کافه بیقرار این فضای بیرونیشونه. بریم با هم داخلم ببینیم. میدونستید این کافه پاتوقه واسه بچه های تهران؟ اگه دنبال کافه هستی که توش نخوای غذا بخوری و بیای دو سه ساعت با دوستات وقت بگذرونی، این کافه مناسب ترین کافه توی تهران هستش. انواع نوشیدنی های سرد رو گرم و هم داره، پیش غذا هم داره. البته این دمنوش آرامش اسمش، توش سنبولیتو و بلگاوزمون داره، مخصوص کسایی که دوست دارن به آرامش برسن. کلن کافه یه بیقرار برعکس اسمش، خیلی باقرار کلن کافه بیقرار برعکس اسمی که داره یه فضای دنج و باحالی داره. یعنی واقعا میتونی یک شلک شنی، قراره کاری، برای خوردن قهوه، برای دیدن فوتبال. شما حتی میتونید بیاین توش کتاب بخونید، کتاب بخونید، چون واقعا هم خیلی گنجه هم خیلی آرام. آقا اینجا تخت و منچ و همه چی هم هست، میتونی خودتو سرگرم کنی. سیری کردن فضاشون از دستگاه اوزون استفاده میکنن که تو اکثر بیمارستان ها یا درمونگاه ها هستش. با خیال راحت میتونید بیاین بشین توی کافه دنج و باحال، اسپرسو بزنید بدن، تمامی خود بهداشتی رایت میشه. جاتون خالی باشه. خاطرات شازده همه. این هم فضای داخلی کافه، هم خیلی خوشگله هم خیلی باحاله. اینجا اومدید کتاب هم میتونید بخونید، برای فوتبال هم میتونید بیاید تماشا کنید.